درود عزیزم، خیلی خوش اومدید. چقدر بالا هستم. برگشتیم با صندلی پریفان در خدمت خودش. 3 2 1 سلام علیکم. سلام قندولک های معمولک چنل پریفان، پریسا هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. به پیشنهاد شما عزیزان دیگه صندلی پریفان بهش برگشت. دست و هورا. خیلی خوش برگشت به ویدیو دیگه. برگشتیم با مهدی جان قند، این بار در یک رستوران لوکس در کشور افغانستان که به نظر من قرار حسابی دهنمون آب بیفته. آره، یه صحبتایی هم داشت با ما، یه پیامبازیایی داشت، گفت حتما یه غذای چیزی بذارید جلو خودتون اگه می‌خواید ویدیو رو ریاکشن کنید. شک جانش، لینک اصلی ویدیو در دیسکریپشن هست، حتما لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو هم سابسکرایب کنید. خیلی خوشحالیم که با ما در چنل پریفان ملودی، چنل ریاکشن به موزیک‌های ما همراه هستید و پیشنهادات خوبتون رو برای ما کامنت کنید. دمتون گرم. حاضرید قندولک‌ها؟ گو گو گو. دمه. طبیعی چرا؟ همین که عاشق این تایتل بندی های آقا مهدی قند هستم که فقط ببینید چی نوشته اینجا. حیرت پسر ایرانی از یک رستوران لوکس در قلب کابل. بسه رستوران اروپایی چی شده؟ برو دستات جهانی کی باور میکنه؟ ما باور میکنیم، همه باور میکنیم. حاضرید؟ جالب این نکته رو عرض کنم قبل از شروع ویدیو که چند وقت پیش که داشتیم با کلیپ ویدیوی مصاحبهش با تلویزیون آرزو رو با یکی از دوستان اشتراک گذاشتم و گفتم اینو برو ببین، میخوام ریاکشنش هم ما انجام بدیم. رفت کامل دید و گفت اصلا حتی مثلا اون مصاحبه کننده عزیز جناب خالد بارکزای عزیز، حالا اون استایل تیپ اون رستوران مکان نگاه، اصلا فکر نمیکردم کابل افغانستان خیلی باحاله که و علاقه مند شده به اینکه فالو کنم. اینه واقعا چقدر جالب میتونه باشه، چون اخبار همیشه دروغ به گوش ما میرسه. متاسفانه. حاضرید؟ این چیز شده، این عروس سر سفره عرب. حاضرید؟ بار سوم بچا بزنید بریم. اجازه بزرگتر. اولی غذایی که دیدم غذای افغانی بود. بله. پوکی. خسته نباشین. بیاید بیاید بیلیو. یه پیامی داشته باشید برای بچه‌های افغان و ایرانی که در خارج از کشور هستن و الان میخوام بیام. رستوران ترکی در بخش آشپزخانه ما بهتون گفتم. رستوران ترکیز آشپز ترکام داریم. به قول خودمون که بیان جان مستیم. رستوران مدیریتش دست ترکا بوده. بله بله. و الان دست بچه های افغان است و چقدر خوبه که بچه های افغان اینجا دست کار میده. سلام افغانستان. مدیک اضافت. ببخشید اینجا باید بوق بذارم ولی دهنت سرویس عجب جاییه. ببین من عاشق فضاهای حالا هتلی رستوران، اون شکلی هم که کافه هم باشه، فضای باز باشه، ویو داشته باشه، خیلی خوشگله. سلام به همه دوستای عزیزم، هر جایی هستید امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه. اینجا در یکی از مرتفع ترین رستوران های کابل هستیم به اسم رستوران استانبول. اینجا یک ویوی بسیار زیبا داره، یک ویوی 180 درجه از نمای شهر زیبای کابل، یکی از لاکچری ترین رستوران های کابله. اینجا که الان داره نور به هم میخوره، یه نور عجیبی به هم میخوره و خلاصه شما با بزرگی خودتون ببخشید. من هر چی از زیبایی اینجا تعریف کنم، الان که عصر حالا یکی دو ساعت دیگه که شب بشه قشنگ همه جا نورانی میشه، بسیار بسیار زیبا. این رستوران 3 طبقه است و با بیش از 300 مهمون در خود جای میگیرد. الان که اینجا ما وایسادیم مخصوص مهمانانی هست که فقط و فقط یه چیزی رو اینجا اضافه کنم آقا مهدی، همیشه مثلا توی گپای جمعای بچهای دوستان مخصوصا تو جمعای بچهای ایران همیشه میگه خب 300 تا مهمون اگه هر روز پر بشه خالی بشه دوبار 2-300 تا 600 تا 600 ضرب در هر غذایی هم اگه اینقدر سود داشته دیدی میشینن سریع حساب میکنن که چرا آقا زحمت داشته و همونجوری که میگه نه الان عزیزانی توی کار دست دارن که تخصص واقعا غذای ترکی رو مثلا توی رستورانه دارن، خاطر همینم احتمالا استقبال خوبی ازشون میشه. با خانواده است، با صرف غذاهای چینی، هندی، ترکی و عربی.
و همون جاش خالی بود. می‌بینی از یک زیبایی فوق‌العاده زیادی برخوردار هست که ما یواش یواش ویدیوشو می‌گیریم، یک ویوی لاکچری از بچه‌هایی که در خارج از افغانستان هستن. تقاضا میشه اگر به کابل آمدین حتما و حتما به این رستوران سر بزنید که یک رستوران 180 داره میشه 360. آفرین، داره میشه 360، این یه دایره کامل دیگه. سر نبشه اینجوری قشنگ میشه. عجوبه است، چیزی که من خودم به عنوان یک ایرانی همچین انتظاری رو نداشتم. اصلاً اصلاً چیزی که ما در بیرون از افغانستان میبینیم، اون چیزایی که در بیرون از افغانستان میشنویم اصلاً در مقایسه با داخل افغانستان اصلاً و اصلاً نمیشه مقایسه کرد. من خودم انقدر هیجانی هستم چون از قبلا دوست داشتم وارد افغانستان بشم و افغانستان رو از نزدیک ببینم، با مردمش صحبت کنم، چون تا وقتی که شما نرید نبینید هیچ چیزی رو متوجه نمیشید. آن چیزی که در رسانه ها میبینید، آن چیزی که حالا یه سری افراد پخش میکنن از این که مثلا افغانستان مشکل داره، افغانستان فلانه، آقا امنیت نیست، نمیدونم بری اونجا این داستانا پیش میاد، این داستانا پیش نمیاد، واقعا من به عنوان یک ایرانی و اولین یوتیوبری که وارد افغانستان شده از ایرانی ها، فارسی زبون ها، هم زبونای خودمون، اوه من چقدر دارم حرف میزنم. خوبه که والی بهتون پیشنهاد میکنم حتما حتما به کابل بیاین، افغانستان رو ببینید و به هیچ عنوان پشیمون نمیشید. این یه پشیمون نمیشید، یه لحظه فکر کنم میخوام بگم پشماتون میریزه. مثلا میگی اوه از سورپرایز و واقعا همون چیزی که اول ویدیو گفتیم، این دل به دل راه داره حاج مهدی، ببین چشا رو و واقعا درست میگه. ببین اصلا نمیخواد تعریف و تمجید بکنی از یه حکومتی، مثلا توی ایران هم خیلی تصاویر عجیبی تو رسانه‌های دنیا، ولی الان توریستای جهانی دارن میرن میان میگن آقا اون نیست، اون بخش مشکلات مردم، سیاست، اقتصاد، فلانه، ولی مردم مثلا ببینید چه جایی دارن، چه مکانایی دارن، چه خیابانهایی دارن. احساس میکنم خبر روی یه همچین موضوعی بیشتر ویو میگیره، سعی کنه موضوعشو ببره خب. رو خرابی و اونا رو ترند خودشون جلو میدن، درسته. و این گزارش های شهری که الان ما چند ساله داریم ریاکشن میکنیم و توی یکی دو هفته اخیر مهدی جان رفته لمس کرده، میخوام اینو بگم باعث میشه با واقعیت ها بهتر مردم دنیا باشه. کسی که بخواد آشنا بشه راحت شده کارش. بینیتو مهدی بیشتر هم زد یا من با چش خودم دیدم و هیچ کسی منو زور نکرده. بریم با همدیگه رستوران رو ببینیم، یواش یواش نکته برداری کنیم و در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشین مهدی بینیتو جان مستی دو بچه باری که علا بسن گلا گیا، ما این گلا رو داریم بچه. خوشگله. دوباره دور کی دخو میچونی وای این موزه میمونه. آها مثل مکان بازدیدیه در ایتالیا. بیمارستانه به نظره خیر، شفاخانه یعنی نه، به نظرم یه مجتمع مسکونی باشه. آه. حسم میگه، ولی شبیه اون واحدهای کوچیک کوچیک خوابگاه هم میتونه باشه، این دانشگاه و اینا. آره شاید پوانتون. وای بچه های عزیز، در خدمت مدیر اینجا هستیم، مدیر رستوران استانبول، درست است؟ بله فامیلی رستوران استانبول. آقا نوید عزیز هستن، از آشنایی با هاتون خیلی خوشبختم. من مهدی هستم. دست بدن چه کارا خوشبختم خوشبختم کم کنم. خب میخواستیم یه چند تا سوال بپرسیم در مورد این رستوران بسیار عظیم و بسیار لاکچری. این رستوران کی تأسیس شده؟ این رستوران 3 سال پیش بله افتتاح شد، 3 سال از افتتاحش گذشته، درسته. قبلا در مکریون مکریون دو مدبه بله دوباره تکرار شد مکریون دو فعالیت داشتیم 23 سال از رستوران میشه یعنی بله. صاحب این رستوران افغانه؟ بله افغان، امروی ترک شریکه. در واقع دو نفر هستن که با همدیگه شریک هستن.
ایده این که این رستوران شکل بگیره و غذاهای ترکی، غذاهای عربی، غذاهای هندی و غذاهای چینی، این ایده از کجا اومده؟ شما در جریان هستین یا؟ اولا خب اوزای ترکی است، چون رستوران فامیلی استانبول از نامش معلوم است، اوزای ترکی است. بله. بعدا رئیس هیئت ما تصمیم گرفت که در پالوی غذای هندی، غذای افغانی و هندی، پاکستانی و چینی اضافه شود. درسته. جالب. من یه نکته خیلی قشنگی که داخل رستوران دیدم اینه هر سالن یه اسمی داره. در واقع داخل ایران اینجوری نیست. یک سالنی هست برای همه. بله. خب این چطوریه که مثلا اسم این سالن فقط برای تولد و حالا جشن هست؟ درسته؟ بله بله. یه رستوران هم اونجا دیدیم به اسم وی آی پی، یه اسخایی میشنم، یه سالن. بله. سالنی دیدیم به اسم استانبول. استانبول وی آی پی. بله. چه اسمای سالن ها چی هست؟ چند تا سالن داریم اینجا؟ به این منزل و به این طبقه سه سالن داریم. بله. که به نام سالن استانبول وی آی پی، سالن انقره و سالن هدنا کمیال میخورد هستیم. آها. هدنا سالن سالگره هایی. آها. سالن تولد. بله. سالن تولد. از یکم با هم دیگه قدم بزنیم. بفرمایید. مهدی خیلی جدی شده، دارم ازش میترسم. اسم سالن ها چیز بود؟ ترکی, ترکی بود. بود دیگه. انقره و آدنا و ادرنه فکر کنم. آخری رو گفت ادرنه، همین سالونی که الان توش هست. آها. آدنا سالن سالگره هایی. آها. سالن تولد. آدنا شده. سالن تولد. از یکم با هم دیگه قدم بزنیم. بفرمایید. بعد چه روزای اینجا شلوغ میشه؟ شلوغ الحمدلله شکر همیشه بیروبار خودت ما هست. همیشه شلوغه. بله بله همیشه. درسته. و منزل فامیلی هم طبقه سوم بود. طبقه سوم هم جای فامیلی است و طبقه نهم هم. نهم یعنی طبقه پایین تر از این. بله. ها. طبقه اول فامیلیه، طبقه دوم مجردیه به قول ما ایرانی ها، و طبقه سوم باز هم فامیلی هست. بله. و قیمت غذاها چطوره؟ گرونه؟ ارزونه؟ برای بیننده هایی که از خارج از کشور میان. بله. قیمت غذا رو قسم مصرف کردیم که از 120 افغانی. درسته. یک کس نگه که اینجا قیمتی است اینجا بالا نمیشه. درسته. میتونه که پولدارم بیه و غریبم بیه. درسته. از 120 افغانی تا 1000. خیلی خوبه. غریب. خیلی کلمات قشنگی رو به کار برد. و خیلی خوبه که مثلا این فکره شده. چون خیلی وقتا توی ایرانم بود، تو ترکیه هم الان من میبینم، حالا ان شاءالله قسمت بشه توی افغانستان هم ببینیم. ولی میدونم تو افغانستان اینجوری که این دوستمون گفت نیست اینجوری. رستورانایی که فقط لاکچریان دیگه هر کسی نمیتونه بره توشون. آره آره. یه سبکی رو پیاده میکنن داخلش، ورودی سنگین مثلا داره. بعد آره خیلی اینجوری شستودم اینا. و مهدی طبق کامنتی که یکی از عزیزان گل کرده بود انگار داره دیکته میگه، الان دوباره همونو گفت. خیلی کتابی قشنگ میگه. مهدی کتابی هم صحبت میکنه. آره. بچه‌ها. نه این فعلاشو با تاکید خیلی خوب آره، میگه، دوستش دارم. فعلاشو این مدلی مهدی تو صحبت معمولی هم همینجوری آره، صحبت آره، میکنه. آره. نه اینکه توی ویدیو اینجوری باشه. خب غذای 120 افغانی چی است؟ برگر است، استانبول برگر است. بیا تموم شد. استانبول برگر. بله درست. میتونه یک نفر خوب از او قشنگ تیگ بله آره بفرمایید. بله پس اونطوری هم که بگیم استارت غذا از 150 بله بله 150 افغانی است که به پول ایران میشه تقریبا 120,000 تومان. بله بله. و این قیمت بسیار خوب هست. حالا ما بعضی جاها رو نمیتونیم ویدیو بگیریم. بله. و تا جایی که بتونیم براتون پوشش بدیم، چون به هر حال فامیلیا نشستن کنار هم دیگه. خب به هر حال ما هر جایی که میریم به عنوان یک توریست اینجوریه که باید تمام قوانین و قواعد اون کشور رو رعایت. یه کلمه قشنگی که اینجا باز بذارم رسید، سالن رو ما با سین مینویسیم و سالن توی افغانستان من چند بار دیدم، الانم باز دیدم با اون سه صابون مینویسن و سالون، یعنی دقیقا مثل شبیه حالت ترکی انگلیسی شو مینویسن. جالبه. بریم اونجا بشیم. درسته. سالون استانبول خیلی خوشگله، خیلی خوشگله معماریش، خوراک عکس برداری های حرفه ای. از رستوران ترکیش ریاکشن رفته بودم ولی احتمالاً تغییر یا حالا همین بوده، تغییر کرده با مدیریت جدید، دیزاین جدید، ولی
مشتبه تراش آفر یا اون بخش شاید اون موقع نمایش ندادن توی گزارش جداگانه بیشتر مهموناتون از کدوم کشورها هستن؟ ترکیه است، از کشور دوست ما ایران است. بله. و حتی چینایی هم از میمونه و ایرانی هم اینجا اومده. بله بله. ما دیدیم دیگه تجارت دارن و بچهای چینی که اونجا اصلا خودشون شرکت دارن، اونجا حضور دارن، رفت آمد دارن. قطعاً یک رستورانی براشون در نظر گرفته شده. ما ترکیه داریم. خب سعی الحمدلله. ناسوسن، ناسوسن. ای سلام، تشکر. evet, biraz biliyor. evet, evet, evet. بعد برامون بگیم که شما به همه زبون ها مسلط هستین، یعنی کارکنانی که اینجا هستن به هر حال مهمونایی میان از کشور چین، از کشور هند، هندو که میدونم به هر حال قشنگ یاد دارن بچهای افغانستان چون علاقه زیادی به هندوستان دارن مردم افغانستان و تقریبا یه زبون خیلی به هم نزدیک دارن. حالا بچه های اینجا زبان های چینی و عربی یاد دارن؟ بله ها، چینی و عربی رو هم یاد دارن. زم رستوران ترکی در بخش آشپزخانه ما هم بله. بکنم گفتم رستوران ترکی آشپز ترکام داریم. به به چه عالی، دلم خواست. پیش از خودم مدیریت دست ترکا بود. بله بله خوب اونا حالا فعلا ترکیه رفتن. واقعا باعث افتخاره که میبینی مثلا یک عزیز فارسی زبون اومده توی یک رستورانتی که دیگه بین‌المللیه دیگه. بین‌المللیه دیگه، اینا گرید دارن، مثل هتل‌ها رتبه دارن توی جهان، حتی اسم دارن و مدیر صاحب هستن جناب نوید خان عزیز. و چرا خاکیه؟ آره خیلی. یکی یه رستورانت معمولی داره، نمیدونی اصلا بری توی این رستورانت میفهمی چه اخلاقی داره. مثلا سه طبقه مثلا رستوران دستش ببین چقدر جالب، چقدر من فکر نمی‌کردم که مثلا مردمی که از ترکیه بودن بیان داخل افغانستان کار کنن. یه چیزی هست که فکر نکنم کسی که بیرون از افغانستان داره زندگی میکنه این چیزها رو بدونه که یک آدم ترک یا در افغانستان کار کنه، در داخل کابل مشغول کار باشه، یعنی کشور خودش رو ول کنه. در صورتی که چیزی که ما میبینیم مردم ایران و مردم افغانستان بیشتر میرن طرف کشورهای اروپایی. بله اروپایی. و اینکه آقا نوید عزیز که میگن اینجوریه که قبلا رستوران مدیریتش دست ترکا بوده. بله بله. و الان دست بچه های افغان است و چقدر خوبه که بچه های افغان اینجا کار میکنن و به قول خودمون که بیان جان مستین بفرمایید یه جایی بشینیم. به این سالون که آمدیم تقریبا 150-200 نفر به این سالون ما جای داریم به حساب محفلی. درست. شیرینی خوری، شب خنا. آره سالون خیلی بزرگ در فرهنگ افغانستان. خنابندونم تو این سالون. بله بله. و سوال های زیادی که ما همچنان داریم. چند نفر اینجا کار میکنن؟ به تعداد 55-60 نفر. 55-60 نفر. شما گفتید آشپز ترک داریم. بله آشپز. یه نفر یا چندین نفر؟ نه سابق زیاد بود، حتی از افغانه موقع ترک ها زیاد بود جمع میگرد. بله. ولی حال یک نفر هست ترک. بقیه همه افغان هستن. بله افغان. بقیه همه افغان هستن و این خوبه، این نکته مثبت این فعالیته. احتمالاً سرآشپز ترک یه دونه رو حفظ شده، از نیروهای وطنی به کار گرفته شده. آه. بعد زیر دست اون سرآشپز اصول و روش‌های تهیه غذای مثلا بین‌المللی هم یاد می‌گیرن. گلدونتون آب می‌خواد. آره خاکش خوش شده. مهدی جان. مهدی آب. عالی، وطن‌دارای گل. ممنون شما توضیحی برامون بدید که این رستوران به این عظیمی چقدر مصرف برد. در جریان هستین؟ بله در جریان هستیم. ان شاءالله که براتون خدا کنه که دروغی نشه. خدا نکنه. 20000 دلار 30000 دلار تنها همین مبل و فرنیچر از رستوران شده. فقط مبلاش. بله مبلاش. فقط صندلی و مبلاش. بله خب دیگه دکوریشن خود بلند منزل که است، خود بنام حشمت عزیزی است. بله دیگه از صاحب بلند منزل، صاحب بنا است و از منزل های بالایی را که دیدیم به خاطر دکوریشن سالون که بنا رو اجاره کردن. حالا میخوان بگن یا صاحب بنا اشتراکات داره، اون شریک طرف تو که
یا اینکه کرایه داده به اون. خود رئیس آمریکا که کم از کم 80,000 دلار یک لک دلار مصرف شده در مجموع. آره کل هم 100,000 دلار مصرف شده. این خیلی مبلغ بسیار بالاییه. خوبش در میاد الحمدلله. خوبش هست؟ خوب است. خب حقوق بچه های اینجا در جریان هستی چطوری؟ خیلی خوب. یه جوری داره سوال میپرسه. انگار خواسته بود. خواهی بری سراشپزی و اون پشت دیگه ویدیوهای سراشپزی برامون ببینید. بچه دستگاه خیلی خوبه. عالی. یه شعبه ایرانی اونجا سراشپزیشو بگیره دست. ماهیانه ماشان خوب است. یعنی امرو فامیل خدا میتونن پیش برده. خدا روشن. دقیق نمیتونی بگیم مثلا 5,000. نه. میتونیم از ولی نه. 20,000 گرسنگی، 10,000 است، 8,000 است. متفاوتون. 30,000 است، 50,000 است. مختلف یعنی که اینجا بیشترین پولی که میگیره 50,000. و کارمندای ما هست که کسایی هست که 20 سال میشن برای ما کار میکنن. دلیل است رو. من گفتم 23 سال رستوران فعالیت داره. کسایی هست که از اول فعالیت تا فعلا برای ما هست. بله ماش بهتر میگه ماش خوبتر میگه. فکر کنم اول جملهشون گفتن 30 سال هست توی این کاریم، 3 سال هست اینجا افتتاح شد. بله 23 سال رو من یادمه که صحبت کردن در موردش. اما خب حقوقارم سریع نیست مدیر دقیق بگن، یعنی هیچ جا اینجور نیست. ولی خیلی خوب دارن توضیح میدن. میگن بسته به سالهای خدمت و نوع کاری که میکنم. مثلا من فقط توانایی تمیز کردن میز و اینا رو دارم. خب مثلا میشه 8,000 افغانی. اون کسی که سراشپزه میشه 20,000، اون کسی که مدیره میشه 30,000. جالبه. بله دیگه کسایی که نه خیلی ریس شد بله تا یواش یواش ما میگیم پایش بره بالا. بله بله کسی که از اول داخل رستوران بوده تا الانی که هست 23 سال که میگن مسلما باید حقوقش بیشتر باشه. بچه های کارگر حالا حرفم راجع به سوال مهدی این بود که میخواست ببینه خب یک همچین هزینه شده آیا به نیروی کار هم اون حق اصلی رو ادا میکنید، پرداخت میکنید یا نه؟ چون همیشه یادم مهدی میگفت مثلا خیلی جاها میریم ولی خود اون کارکنها مثلا مبلغ کمی میگیرن یا درآمد کمی دارن و متاسفانه توی یک جای لوکس و قشنگ کارکنها خیلی نمیتونن صد خودشون رو بزن. چرا؟ چون اون درآمده رو ندارن. یعنی خب انرژی کافی رو نمیتونن برای مشتری بزنن. کار میکنی برای مبلغی دیگه، وقتی بهت حق تو ندن خب انرژی برای مشتری نمیذاری. اینکه اینجا کار میکنن همکارات کارمندای اینجا راضی هستن؟ الحمدلله راضی هستن. حقوق اینجا به وقت خودش به دست بچه ها بده میشه، درسته؟ بله بله. اینجا همه چی منظمه، همه چی منظمه و خیلی زیباست. واقعا واقعا یه رستوران بسیار لاکچری هست. بچه ها تو نگاه مدیر صاحب اینجوریه که میگه یوتیوبره از یه شرکتی اومده. دقیقا شبیه میخواستم همینو بگم. شبیه دو گروه بود، یکی شرکت های بیمه ای که میرن سراغ کارفرماها و مدیرها و اینا، یکی شبیه پلیس اگه داره بازجویی میکنه چقدر حقوق میدی چقدر میگیره. نه اینجوری نمیگه ولی انگار که مثلا وای خیلی خوبه. عزیزم دارم صحبت میکنم عزیزم. و واقعا توی هر گزارش هر مصاحبه که تا اینجا من از مهدی دیدیم خب خیلی کامله، یعنی حواسش به همه نکته ها هست. آره آره آفرین. مثلا تو خودت تو جایگاه بذار شاید 4 تا چیز دیگه. من سعی می‌کردم خیلی عالی بریم تو آشپزخونه ببینیم چی داریم. غذا بیاریم بخوریم ها. ما بالا که صحبت کردیم با یکی از بچه‌هایی که اینجا به هر حال کار می‌کردیم بود که ازش پرسیدیم غذای افغانی داری و گفت نه. حتماً اشتباه. آره و در اون صحبتی که ما داشتیم در اول ویدیو از بچه ها همه معذرت خواهی میکنن که بچه ها اینجا غذاهای افغانی هم هست. این هم سوال ما چیز عجیب بود برای من. این دوستمون که گفت غذای افغانی نیست مشتری بوده و الان که با شما صحبت کردم که گفت غذای افغانی هست و منوشون رو آوردن و کتابیه برای خودش. من اولین غذایی که دیدم غذای افغانی بود. اول منو گذاشتن همینجا اینجا. آره کباب قبرقه. بله کباب قبرقه اسکندر کباب. اسکندر کباب میخوای نگید دیگه بیشتر. دقیقاً دقیقاً. و بله اینطوری که بهتون بگم اینجا غذاهای افغانی هم داره. بله بله خیلی زیباست. حتما توصیه میکنم بهتون اینجا تشریف بیارید. مردمانی که از خارج از کشور با هم بریم بچه های افغانستان، بچه های ایران و بچه های تاجیکستان و هر حال بچه های دیگه از کشور خارجی زبان ما رو نمیفهمن. بله از غذای افغانی قابلی پلو از دو پیازه است.
روش هست یا که منتو هست، آی خانم هست، اینا رو داریم. همه غذاهای افغان قیمتاشون چطوره؟ قیمتای مناسب چند هست؟ 250 افغانی قابل نداره. اونطوری تیل خیلی خوش. بعد دیدی که مثلا اینقدر که نمیزم توی دیست بزرگ میریزم بعضی هر موقع میخوام حرف بزنم پلی میکنه و بعضی از این پورسای قابل پلو یا قابل پلو خوشمزه رو خیلی جاها که دیدیم خیلی، یعنی سه نفر است، دو نفر سه نفر است، اگه با نون و اینا بزنی که دیگه قشنگ چهار نفر رو ساپورت میکنه. بچه دیروز بره گوشت، بچه دیروز مژای سینا روی آجاق گاز سوخته. چرا میدونید سرا الان اینجا شب سفید شده یه دونه. نگفتی مردم که چشمت مثل کله پاچه آبشه؟ نه میدی مهدی برامون کله پاچه خوشمزه باش درست میکنه. خیلی خوشمزه باش. برنامه رو به پایان برسونیم. از مدیر صاحب آقا نوید عزیز خیلی ممنونم که با ما همکاری کردید. ممنون از وقتی که برای ما گذاشت. قربان شما مهدی عزیز، شما رو بازم به افغانستان خوش آمدید گفتم. و دیگه دوستای ما که خارج از کشور هستن از نام امیر میخواییم ببین بخیر به وطن خود برگردن. بله دقیقا. چرا که نه. و در آخر از آقا نوید یه پیامی داشته باشید برای بچه های افغان و ایرانی که در خارج از کشور هستن و الان میخوام بیان. کلن یه صحبت پایانی در مورد مردم، نظرتون، حرفاتون، پیشنهادتون چی هست؟ پیشنهاد ما همی از دوستای ما و هموطنهای ما و دوستای هیرانی ما، یعنی بیاین به افغانستان برگردن یک دینه انشاءالله که از افغانستان هم خوششان می آید. دوستای خارجی ما هستن بیستی ما دیدی؟ حالی کردی؟ آخی کوچولو نیست که. آره فضا بزرگه. همه جا خودشو برستوده و همشون دارن نیروها. 100% همینجوری هست. منی که خودم اومدم واقعا میگم به شدت همچین فکر رو نمی کردم و خیلی خوش گذشت. مردم فوق العاده و میگم بازم بیش از پیش بهت اثبات شد. ممنون از آقا نوید عزیز که با ما همکاری کردن. حالا تا جایی که تونستیم سوالات رو پرسیدیم، کم و کسری بود ببخشید و از آقا نوید عزیز خداحافظی میکنیم. همراه با بچه های عزیزم امری دستوری باشه در خدمتون هست. تشکر به شما که به افغانستان آمدیم. خداحافظی خداحافظی میکنیم. رایتان رستوران استانبول جای خود شماست و جای تمام دوستا و هموطنان ما میتونید به رستوران استانبول خدمت گزارشان هستم. عزیزتون برکت بده. دوستان عزیز مرسی که تا اینجا بودین. هر جایی هستید امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه. تا بودیه بعد. آخ چون جلومون غذا رو نخور. آقا مهدی آره خوشحال شدم که جلومون ننشستم. غذا رو خوشمزه رو بخورم. آره حرفی سخنی مثل آقا مهدی من که لذت بردم، مخصوصا وقتی میبینم که خب اینم یه نکته است تو ذهن من اومده، یک جوان الان مدیر یک مثلا رستوران، وقتی که شما سنت به جوانترها نزدیکتر باشه قطعا هم کارپاناتون رو مثلا درک میکنید، هم احترام بیشتری هست. نمیگم ریش سفیدا مثلا بدن یا بد اخلاقن توی کار، ولی خب خیلی مسیرها رو رفتن که شاید چهار تا جوان مثلا دل چهار تا جوان رو بشکنن، چون به هر حال دیده شده و هست. ولی اینکه یک مدیر جوان توی یک رستوران به این بزرگی هست و اینقدر خوش اخلاقه، مطمئنم اون عزیزانی هم که توی این رستوران دارن کار میکنن راضی هستن و انشالله که یک عالم مشتری داشته باشن. انشالله روز به روز پرخیر و پربرکتر. و میگم همه اون کسانی که دارن اینجا کار میکنن، جای دیگه توی وطن کار میکنن، میتونن بگن دیگه به بقیه که چه خبره در افغانستان. ولی بالاخره این گزارش های مهدی یه نکته خیلی خفن هم داشت، این که گزارش هایی که میگیره هیچ کدومش سوالاتش تکراری نیست. خیلی جالب. نمیدونم مینویسه قبلش یا چجوری تو ذهنش هماهنگ میکنه. مهدی فلبداهاش خوب بود. عالیه. خیلی آره. اینش خیلی خیلی منو جذب کرد. میدون بعد شروع میکنه بالا و بسته به اون جو. و امیدوارم که هر جوی که میری قطعا خوش میگذره بهت، برای ما ویدیوهای قشنگتری رو هی بساز. دمتون گرم. قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله هاتون. تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدارتون. با امید دیدارتون.
موسیقی